درود به همگی گایز، به چنل پوریا پوتک خوش اومدید. امیدوارم روز خیلی خوبی رو بوده داشته باشید. نفس اون گرفت بچه ها. ویدیو امروز در مورد نوستالژی های خز. اگه یادتون باشه یه سری شاخهای مجازی داشتیم که یهو اومدن با یه جرقه معروف شدن. ما میخوایم اولین ویدیوهاشون رو نشون بده. البته بعضیشون هم شاخه مجازی نیستن، بعضیشون اومدن مستمر به سمر بودن، نمیدونم متأثر به سمر بودن، یکی از این چیزا بودن. و بعضیاشون هم مثلا معلوم نیست الان کجان، اوشالر جزای موفق باشن، ما کاری نداریم بهشون. ولی ویدیو امروز در مورد نوستالژی های خزه. یادته نره ویدیو رو لایک کن، کامنت انگلیسی بذار، سابات نریزه و اینکه سابسکرایب کن. بریم با همه این ویدیو جذاب و دیدنی رو همراه با پوریا پوتک گل گلاب. چقدر موام زیباست گایز، ببینیم. اولین نوستالژی چیست؟ Let's go. با هم به ایرانیان کسکم تشکر میکنم از همه کسانی من حمایت کردن، به خصوص لک و لور و کرد. آقا این لک یعنی لورد و کرد، این یعنی هم لورد هم کرد. پیج اصلی من اینه، عدیم نقطه کسکم عزیزم. و هر کسم بخواه پیج اشتباه برای من چیز بکنم، مشکل براش پیش میارم. خیلی خوبه این. سلام علیکم. این ترکیبیاش خیلی سم بود، حمله با داد و بیداد، واسه همین اوایل خیلی به دل میچسبید. اوف. آب معدنی. شلغم سیاجلو آیران. آیران همون دوغه بچه ها. اون نواره بهارات. این رفته تو کار ترکیه یا من نمیفهم چی میگه. بیه. یهورتا. ات میشه تخم مرغ. چه انی شدی؟ سریاق یعنی پره نوش سالزا بالا نیاره، یه مدتی سیگارم میریخ توش. وای یه ضرب حلال اونسو ندارم به این چیزا. وای وحید خزایی اصلا کجاست؟ ایرانه، گرفتنش، کشتنش، اصلا کسی ازش خبر داره؟ ناغل سوزنا یا سدرام. اش استاد اتغوارا سوزنا یا سدرام. چی شد؟ پیش تو بیرو بیا فرشت درایت. ایران 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 خون و مرگا. ایران اینا رضا رویگری فکر کنم. ایران ایران همون الله الله است. الله 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 نمیدونم، ولی فکر کنم رضا رویگری خونده. این آبی عکس میگیریم؟ نمیخواد عکس بگیری. بریم بعدی. بلسنه سلام میکنم. اینا کی یادش شد؟ سی عزیزم که لطف میکنید. آنها کن همه ویدیوهاش صحبت میکرد میامورد بالا، انگار مثلا دختر و وزیر بخلش قراره بیاد. میکنید لایک میکنید، کامنت های خوب میذارید. ساکن قیطریه، متولد 4 اردیبهشت 1173، کارگر ساده ام، مدرک دیپلم. چرا دوتا ابروش متفاوته؟ منحصرم فوق لیسانس. اینو خیلی یه مدتی بود آشپزی بلد باشه، اشوال عوضی داشته باشه و البته رقص باشه. دیگه چی میخوای؟ مناسب واسه ازدواجم، اسم منو به انگلیسی توی گوگل بزنید با عنوان خوشتیپ‌ترین زیباترین پسر. برای گامشه ها نیکس. سلام خوبین، امروز میخوایم از مشکلات چند همسایه براتون بگیم. وا این واقعیه؟ ببینم چه مشکلاتی داری. تو چه مشکلاتی داری با دو همسایه؟ توی کارهای خونه، ظرف شستن، غذا پختن، یا یعنی اینکه توی ماشین کی جلو بشینه کی عقب بشینه. این اصولا پسرها این مشکل داره، اگه خیلی یکی بشه برای دیگه دوتا زنی این واقعی نیست. آیه خانم تو چه مشکلاتی داری؟ تو نمیتونی حرفای عاشقانه به شوهرت بزنی جلوی همسرش. مگه و این ستایی با هم میخوابید؟ نمیتونی تنهایی با شوهرت بری جایی. چرا؟ اینا باید عادت کنین عزیزان من. میگه باید عادت کنین. کسا بلد یه تر زوج و فرد بذار. و مشکلاتی که من دارم اینه که باید خیلی عدالت رو برقرار کنیم، یعنی که هیچ کدوم ناراحت نشن و هر دو راضی کنیم. و این خیلی کار سختی، واقعا کار سخت. خدا به همه ما یه قلب داده و تو این قلب فقط جای یه زنه و اگه زنی جای یه مرده تموم شد. من نمیدونم واقعا چه این چیزی هست که تو دین گفته 4 تا زن. من دارم گفت میگم دین داره اشتباه میکنه. هر رنگی به هم میاد عزیزم جون، هر مدل آرایش به هم میاد، آبی و سبز ولی بدون هر مدل موی به هم میاد. خدا همه رو خوشگل آفریده و هر رنگ و هر مدل موی بهش میومد، فقط حالاتی که از خودش نشون میده
باعث میشه که تو چشم مثلا حالا چنده شرف زشتی ولی همون به نظر برسه. من دختر خیلی خوشگلی میتونه به خودش برسه و این حرکاتو بذاری کنار. جدی دارم میگم چون به نظر من تمام بندگان خدا زیباست. زیبایند. اگه مردم به سنگ گبرم بنویسید. خیلی خوبی. اگه عشق ماشین نبود شاید اصلا اینجا گبری نبود. سلامتی جوانایی که دل پیر دارن، سلامتی ماشین سوارایی که حکم تیر دارن. بایی قشنگیش اینه که حفظ هم نتونستن کنن، هر چند وقت یه بار یه ترانزیشن دایره‌ای میاد که اونی که حفظ نکرده دوباره بتونه ببینه و بگه دلبرم هم ماشینمه. من این کوچولوها رو خیلی باحال با نمکه، ولی تو چشم نگاه کن و بهم گل بده که منو نمیکشی. چشم. آره سری تو امروز برای شاهزاده چی کار سکسی چی کار سرین ببخشی به من بگو نمیگم. من منتظرم وبشا. سرین جز آدم هاییه که به نظر من فیس خیلی خوب باید بلش کن. الان هرچی بگیم اون میمن میاد والله. این یکی بود که اومد قیافه خوبی داشت نمیدونم چی شده که این عمل باعث شده که به این حالت قوس در بیاد. من یادم عکساشو که میذاشت خیلی اون موقع تو اینستا چرخیده بود. کسی یادش هست اسمشو دقیقا نمیدونم. این دیگه فتوشاپه. دکتر چجوری میتونه چنین هلالیو ببینی؟ قشنگ معلومه با این تولز فتوشاپ اومده بریده و قشنگ دایره شک زده. عشق عشق بیشواری ها خیلی عروس با نمکه. امیدوارم الان در کنارم خوشبخت باشن و این ویدیو آسیبی نزده باشه به اون. الان نمیدونم الان که خیلی وقت از این ویدیو گذشته ولی اون موقع شاید این ویدیو بیاد تو خانواده سری حرفا بپیچه، ولی خیلی هم ویدیو قشنگه، اصلا هم باعث خجالت نیست. من که خیلی حال کردم، عروس خیلی با نمکه، شوهرم خیلی مظلومه، ولی اصولا این کارا الان جوابه چون الان به علت وضعیت اقتصادی مردها نمیخوان ازدواج کنن. حالا نمیخوایم بگیم زنا هم خیلی ناراحتن، نه هر دو سن، ولی در کل چون ازدواج به علت مایه خیلی کم میشه، الان موقع ازدواج باید اینو خون. اینم یادمه اصلا نیستن دیگه. من هیچ وقت اینو درک نکردم. آخه مسئله حالا خدا کنه الان میرن فلا یه ویدیو از من گیر میارن به هم یلن. من چرا دوربین اینجاه؟ مثلا باید اینوری آهنگو بخونی بعد این آه. خب معلومه دیگه ما پسر نمی کنیم چون از اینا نداریم. مشتبه با ما همراه یه مقدار. من اینو ندیدم گایز. خیلی ممنون. چه بهترین حالتش اینه یه سه روزی باشی شاش منه شاش شطوره بله انشالله که خوشمزه باشی طوریه. یه سه روزی باید بمونید و روزی سه مرحله یا سه وعده از این ادرار استفاده کنید. اما خب صبح اینا ادرار دارم میتونید بگیرید و ارزم خدمتون کسافت من یعنی چی تایم ادرار شطورم داری؟ بازم داری میخوره وای کسافت گوه ابله عزیز وای مرد چقدر داش با ابروهاش اشکه میومد. مامان مامان این روژه را خاله پارسا میگیری میخوام بزن. آها این پسره را یادمه. نه عزیزم روژه لب یه چیز شخصیه به کسی نمیدم استفاده کنه. ایش ایش اینا هم دیگه نیستن. امشب بیا خونم رو با هم روژه لب چه اکتای درجه یک. هی دروپو امیدوارم که حاسه کارت رو پس بدیم. لئوناردو دیکابیو تو گور اون که نمرده گوه من کی مرده؟ یه بازیگر بگید که مرده تو رو قرآن هسلجره نخندید اون جوکر تو گور لرزید. هدف چیه؟ خیلی واقعا خوشگلی ولی خب دوستش قاطی کرد. چقدر بده آدم با دوستش اینجوری برخورد کنه. دلشو بد چی خوند کسافت. دختر اومدن پیش من نامزد بوده. گفت قاسم من میخوام از شوهرم جدا بشم. نامزد شدیم تازه نامزد شدیم. من چیکار کنم؟ گفتم عقل نداری؟ چرا میخوای جدا شی آخه؟ خدا رو شکر اون دوران گذشت. الان باز کمترن حداقل. چی بودین؟ الان دیگه مثلا مدلای جدیدن. ASMR اومده که باحال از اینا درآمد کسب میکنن مشکلی نیست. یا مثلا جدیدن انگلیسی یاد میدن که خیلی الان خیلی مفیدتر شده نسبت قدیم. خیلی چی بود اینجوری؟ فالووراش 10 میلیون واقعا چی بود؟ چرا نمیزنی رو آیفون کو؟ یه دقیقه صبر کن. یه دقیقه بزن رو آیفون.
میشه تمومش کنی؟ بچه مرسی. خواهش میکنم. گو خوردیم. نیکس. آها این چیزه. این هم نیست. خدا چی بود؟ الویرا تهاجمی؟ اسم این چی بود تو رو خدا؟ میدونید این پیرسینگ ها در اصل سوراخ نمی کنن؟ یه سری چیزا هست دلوله. اینجوری می کنید بوک گیر می کنه. یعنی اصلا لازم نیست سوراخ کنید. حتی اینجا هم یه سری چیزا اومده لازم نیست سوراخ کنید. اگه خواستید پیرسینگ کنید و از مادرتون مثل سگ می‌ترسید، از اینا بخرید. یه بار مصرف میرید بیرون منجرد میگم. چون من روزی خواستم گوشمو سوراخ کنم، یادمه وقتی رفتم سوراخ کردم اومدم خونه چسب زخم زدم که ننه فهمید پارم کرد. الان ولی الان جا افتاده تو خانواده، الان هم تاتو جا افتاده، هم سوراخ گوش جا افتاده، هم چیز نیکس. ما تو خارج داریم از اینجور افراد. به نظر من کار خزی نیست تو ایران، ولی تو ایران حالا جا نمیفته. اصلا خیلی ها رو داریم اونور آب که اصلا از این رو میلیونر شدن، ولی ایران بعید میدونم اصلا هیچ وقت این قضیه جا میفته. چندومی؟ کچلیک پیشتبستانی. یه شعر بکن. چرا؟ لباشو ببینید میکنه تو چجوریه. شعر بکن به سیگارت میرم. یادش بخیر. من بلد نیستم. من بلد نیستم کار بوره. یاد میگیرم اما فرموش شدم. یاد نمیگیری فهم؟ میرم دردم. چرا؟ کچلی کنم کده. کچلی چی آقا؟ با کچلی یه قضایه. یه قضایه ولی چی توش چیه؟ مادر جونه. او آقا یه بار با دقت ببین پسره میگه مادر جونه چه اوی میگه؟ مادر جونه. خب گایز دمه تک تکتون گرم. امیدوارم اینا خاطرات خوب که نمیشه گفت، ولی یه سری خاطرات برای ما زنده میکنن. خیلی ویدیوها قدیمی بودن و سه تاشو واقعا ندیده بودم. کچلیک هم کامل ندیده بودم. برای من بنویسید کچلیک چه نوع غذاییه. غذای فکر کنم مثل چه قیمه حساب میگن چه میدونم، توضیح بدید چه نوع غذایی، ولی توش انگار بادمجون داره. یاد کشک بادمجون از این غذاها واسه شمال ایران هم باشه. کامنت امروز سلامتی شب زنده داران که فردا امتحان دارن، میان ویدیو پوتک رو میبینن و انرژی مثبت میگیرن. پوتک فور اور عشق منی، عشقگری جون منی، قربونت برم. مرسی از این کامنت زیبات، واقعا دم اونایی گم که بیدار میمونن. چقدر انرژی بخشی پوتک. ایده دو نقطه، همه به دنبال اکتشافات جدید بر روی سیاره های دیگه هستن، اما چند تا کشور به دنبال کشف بر اعماق زمین یا همون هسته زمین هستن. لطفا در این مورد ویدیو بساز. اول از همه پوتکی باشید و بعد سلامت ریدی. اول از همه پولدار. پوتکی خریجی پولدار باشید. اول پول و بعد سلامت. فیلم دیدنی امروز خب گایز، امیدوارم از این ویدیو لذت برده بوده باشید. اگه تا الان ویدیو رو لایک نکردید لایک کنید، سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید. البته اگه از من خوشتون میاد، اگرم خوشتون نمیاد شاید این ویدیو اینجوری بوده، ویدیوی قبلی رو ببینید شاید نظرتون برگرده. زشت‌ترین قسمت بدن بینی، شکم، پهلو یا قیافه نیست. زشت‌ترین قسمت بدن دهان یک بیشوره که بی فکر باز میشه. اول از همه پولدار شید و بعد سلامت باشید. گود بای.